من لازمه که حتما دوباره حواس بدم به اینجا که اینا صحبت بیرون ما نیست، اینا صحبت همش درون ماست. الان درون من در یک وضعیتی قرار گرفته، یه چیزی رو میخوام، مثلا میشنوم هی از این ور اون ور. من به تجربه دریافتم تمام رنجایی که به من میرسه، دردایی که به من میرسه، در پی یه خواستنی بوده. این یه چیزی خواستم، این منو به درد کشیده. خب از یه طرف میگم دیگه نمیخوام، میتونم نخوام دیگه، این میشه روحانیه. میگم آقا من دیگه از این ساعت هیچ چیز خواسته ندارم. پس این صحبتی که الان بین این صیاد و این مرغ داره اتفاق میفته، در درون من دائم داره اتفاق میفته. من وقتی یه چیزی خواسته ای دارم، از اون ورم دانششو دارم که این خواسته برای من درد خواهد آورد. توجه بکنیم به این که ما میدونیم که خواسته ها درد آور خواهد شد، ولی در ذهن نمیتونیم ازش اجتناب کنیم به دلایل زیادی. یعنی یک ملغمه اونجا هست همیشه در ما. این ملغمه، این کش و واکش، این درگیری دائم توی ماست. حواسمون باشه، حواسمون نره بیرون که بیرون ما این همسایه ما آدم بعدی، من اگه باش صحبت کنم اینطوری میشه اونطوری میشه. خب برگردیم به این ابیات. میگه دو تا بیت آخر یه بار دیگه میخونم، میگه چون همار است آن که نانش امنیت است، صحبت او عین روحانیت است. پس در ما هست اگر چیزی که همش دنبال مادیات هست، هست یا نیست دیگه، بالاخره ما خودمونیم و خودمون و درون خودمون دیگه. مادیات هم فقط پول و ماشین و خونه نیست، همه اون چیزهایی که این همه شیش دفتر تا حالا راجبش فرض بر اینه که صحبت شده، رسیدیم به دفتر ششم. پس کاملا میدونیم که صحبت نان یعنی چی؟ یعنی چیزی که من به من میچسبه، به من، منو بزرگ میکنه. افتخار، شهرت، شرف، آبروی، چه میدونم. خب میگه اون بخشی از تو که فکر زکزش همه این چیزاست مثل هماره، مثل خره. و اگه با اون تو هرچی هم صحبت کنی، این نیست که داری با یه تو جماعت هستی، بلکه اون بدتر از روحانیته. چون که هوش او سوی علف باشد چو خر، و بگذر از وی تا نمانی بی هنر. خب ادامه میده، زان که غیر حق همه گردد رفات. رفات یعنی پوسیده، از بین رفته. زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آتن بعد و حینن فه و آت. این خیلی مثال دوم من توضیحش میدم و خیلی مهمه، چون یک جهانبینی توش هست. این که بشه اینو پیاده کرد نشه، اینا دیگه بحث مولانا نیست، این دیگه مونده به هنر سالک که بره پیدا کنه این میشه یا نمیشه. ولی اول ترجمه کلماتش، کل آتن، همه چیزهایی که آمدنیست، بعد حینن یعنی قرار بعد یک زمانی، همین میشه زمان، یک اتفاقی قرار بعدن بیفته، یک چیزی قرار بعدن بیاد.
بعد هینن کل چیزهایی که قراره بیاد فه و آت آمده بگیر. این معنای این مصرائه، هر آنچی که آمدنی باشد را تو آمده بگیر. این یک بحث کلانی رو باز میکنه در ما که ببینین چیا قراره برای من بیاد. هر آنچی که برای من داره میاد تو را، من میتونم همین الان اون رو آمده بگیرم. ببینیم میشه یا نمیشه. مثلا من میدونم این تنم خواهد رفت، پس مرگ تن من قرار است بیاد، به زودی بیاد. این رو تو همین الان آمده بگی، ببین چی میمونه برات اون تهش. پس یک جهان بینی وقتی میگم هست، در این که نظر ما رو میتونه به کل دنیا عوض کنه. هر اتفاقی قرار بیفته، همین الان تو میتونی این رو آمده بگیری. میتونیم حتی از این یک روش زندگی به دست بیاریم، این که دنبال هرچی میریم بشین نگاه کن ببین اگه این حالا داشتی مثلا چه اتفاقی میخواست برای تو بیفته. ببین همش ما نصف عمرمون، یه بیتی بود هفته پیش خوندیم، بیت 460، گفت نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از قصه های دشمن ها. این عالم خوف و رجا رو داشت میگفت. این که ما همش دلمون میخواد یه چیزی بیاد، دلستانمون بیاد، نصف عمرمون در آرزوی دلستان تلف میشه، نصفش هم از قصه دشمن ها. یعنی همش میخواییم به دست میاریم، بعدم از قصه از دست دادنش ناراحت میشیم. حالا میگه تو میتونی اینو از قبل ببینی، ببینینی که میخوای کل آتن بعد هینن فهوه آت. پس آمد